با درود به بینندگان تلویزیون برابری، امیدوارم شاد و سلامت باشین. وارد هفتمین خیزش انقلابی ژن ژیان آزادی شدیم و همیشه در دوران خیزش بدیلها و آلترناتیوهای مختلف سعی میکنن مهر خودشون رو بر خیزش حک کنن. یکی از این آلترناتیوهای راست که در نشست خودش در جورج تاون تصمیم گرفتن منشوری بیرون بدن که پس از مدتی منشوری به نام همبستگی و سازماندهی برای آزادی در داخل پرانتز مهسا بیرون دادن که در واقع همان منشور جورج تاون از نظر دانشجویان و منشور 1 به علاوه 5 از اون نام برده میشه. و همیشه میدونیم که شعارها و نمادهای رادیکال و انقلابی به طور فزاینده در دوران انقلاب سعی میشه کالایی بشه، به تولید انبوه برسه و از معنای خودش تهی بشه و دوباره به مردم برگردانده بشه. و این دقیقا کاریه که اپوزیسیون راست در ارتباط با شعار انقلابی ژن ژیان آزادی داره میکنه. و به همین دلیل ما بشه نگاهی بندازیم به این منشور و همراه میشیم با خانم هاوژین بقالی، دکتر جامعه شناس، فعال فمینیست و پژوهشگر حوزه کردستان. سلام خانم بقالی، خوش اومدید. سلام خانم مقیمی، مرسی، متشکرم از دعوتتون. خواهش میکنم خانم بقالی، من خواهم شما توضیح بدی در مورد همجور که بهتون گفتم منشوری اومده بیرون که این منشور از گروه در واقع 5 به علاوه 1 به نام همبستگی و سازماندهی برای آزادی که نام ژینا را حذف کردن با نام مهسا بیرون اومده که در واقع اگه به اون نگاهی بندازی میبینی که ژن ژیان آزادی در اون جایگاهی نداره. میخوام نظر شما را در ارتباط با این منشور بدونم. بله، ممنون. ببینید، برای اینکه توضیح بدم اینکه چرا ما نباید تعجب کنیم از اینکه ژن ژیان آزادی توی منشور در واقع در چنین منشوری نمیاد، شاید لازم باشه که کمی از جریان فکری که پشت این منشور است صحبت کنم و اینکه کلا این منشور دستاورد چه جریان فکری هست. این بعد خیزش انقلابی ژینا ما دو تا جبهه فکری داریم که یک جبهه‌شون من میتونم بگم که از طرف نیروهای فرودست است و یک جبهه دیگر جبهه‌ایه که در واقع بر علیه این نیروی فرودست هست و تمام تلاشش اینه که جایگاه فرادست رو در واقع صرفا نیروهای فرادست رو جابجا کنه و جای اون نیروی فرادست رو بگیره. جمهوری اسلامی از همون سالهای ابتدایی خودش فرمی رو که پیش گرفته برای بازسازی خودش، بازسازی دولت، فرم شکل در واقع فرم سیاسیش بر مبنای، به خصوص بر مبنای دو چیز بوده، بر مبنای تمرکزگرایی و بر مبنای تمامیت خواهی که نتیجه این دو رانده شدن بخش عظیمی از مردم بوده، رانده شدن زنان بوده از نیروهای، از این روابط قدرت، از مناسبات قدرت در حین در درون پروسه در واقع فرمدهی، شکلدهی به دولت، رانده شدن ملل تحت ستم بوده، رانده شدن گروه های مختلف دینی بوده، رانده شدن کلاس در واقع طبقه پایین جامعه بوده، کارگران بوده، گرایش های مختلف جنسی، جنسیتی بوده و همه این نیروهای فرودست به خصوص از چند سال در این سالهای اخیر که با بحرانهای مختلف به خصوص اقتصادی و البته سیاسی محیط زیستی ایران روبرو شده،
فشار بیش از حدی به این نیروهای فرودست وارد شده و از سال 1396 به بعد در واقع این نیروها هستند، این نیروهای فرودست رانده شده از مناسبات قدرت هستند که به هم پیوند داده شدن و خود رو در خیابونها سازمان دادن. به خصوص زنان در از سال 96 و شاید بگیم که حضورشون نقش رهبریشون به خصوص از سال 98 پررنگ میشه و تا میایم خیزش انقلابی ژینا، این زنان هستن که این نیروها رو به هم پیوند میدن. گفتمانی که جریان فکری که این نیروها، این نیروهای فرودست شکل دادن، گفتمانیه که با شعار ژنژیان آزادی به خوبی روشن میشه، گفتمانیه که تاکید بر خود سازماندهی داره، گفتمانیه که رو به سمت مردم هست، گفتمانیه که میخواد به طور رادیکال، به طور ساختاری تغییراتی در جامعه و در فرم سیاسی در واقع حاکمه بر ایران شکل بده و به طور خلاصه میتونم بگم که گفتمانیه که میخواد انقلاب بکنه. منتها در مقابلش ما یه نیروی دیگه‌ای داریم که این نیرو حالا به لحاظ جغرافیایی هم میتونم بگم که مرکزش در خارج از کشور هست. گفتمانش گفتمانیه که از طرف فرادستانه و اتفاقا هیچ تلاشی برای ارتباط با این نیروهای فرودست نداره. دغدغه اصلیش حفظ تمامیت ارضی کشوره، که حفظ تمامیت ارضی کشور در واقع رمز تمرکزگرایی قدرت، رمزیه برای تمامیت خواهی. این دقیقا دو تا پایه و اساس جمهوری اسلامی، دو پایه و اساسی که دولت پس از انقلاب توسط جمهوری اسلامی بازسازی شده، بازتولید شده. گفتمانش دوباره بر مبنای همین پایه هاست و رمزش حفظ تمامیت ارضیه و تأکیدش بر بازتولید همون مناسبات است. مسئلهش مسئله به هیچ عنوان انقلاب نیست و مسئلهش مسئله صرفاً براندازی نیروهای فرادست و گرفتن جای اوناست. برای همینه روش به سمت مردم نیست، برای همینه که اگه بخوام خلاصه کنم در واقع شعار مرد میهن آبادی خواهد بود و به هیچ عنوان شعار زن زندگی آزادی نیست و روش به سمت نیروهای خارجی و دولتهای خارجیه. تمام تلاشش نه در جهت سازماندهی مردم بلکه در جهت لابیگری با نیروهای خارجیه. منشوری که نوشت، من خواستم این سوال بپرسم که اینا تمام مدت در تمام منشورها به کلیگویی از کنوانسیون های بین المللی نام میبرن. بله، خب ما از این تعجب نمی کنیم. البته الان میام سر مسئله کنوانسیون ها هم. این منشوری که نوشته شده برخواسته از این جریان فکریه، از این جریان فکری که دغدغش صرفا مسئله براندازی هست، مسئله گرفتن قدرت در واقع و حتی حفظ تمامیت ارضی هم نمیشه ازش در واقع تفسیر میهندوستی رو کرد. اونا مسئلهش و مسئله گرفتن قدرت هست و این رو در واقع گرفتن جای فرادستان و سرکوب دوباره، وقتی که میگیم دوباره، بازتولید اون مناسباتی که فرودست فرادست رو توی ایران شکل داده. بنابراین مسئلهش دوباره سرکوب اون نیروهای فرودست خواهد بود، اون نیروهای مردمی، و از این تعجب نمی کنیم که به هیچ عنوان روش به اون نیروهای فرودست، به مردم نباشه و روش به بیرون باشه و این بیرون یا لابیگری با نیروهای خارجی هست و یا اونجا که ازش سوال پرسیده میشه در رابطه با، یعنی مجبور هست در رابطه با این نیروها که در خیابان هستن، که زنان هم که کارگران هستن، جامعه LGBTQ هست، ملل تحت ستم هستن،
تمام اینا رو وقتی میخواد راجع بهشون صحبت کنه یه زبان گنگ و مبهم به خودش میگیره، چون حتی نمیتونه دو جمله حتی در رابطه با هر کدوم از اینا بگه. در رابطه با مشکلات جامعه LGBTQ نمیتونه صحبت کنه، حتی تو منشورش ازشون اسم نمیبره به عنوان گرایش جنسی ازشون، صرفا یعنی تقلیل میده مسئله رو به گرایش جنسی به جای اینکه از جامعه LGBTQ پلوس صحبت کنه. از زنان فقط یک بار صحبت میکنه، در واقع اسم زنان رو یک بار میاره، پیوستن به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض علیه زنان، یا در رابطه با کارگران، در رابطه با محیط زیست، به هیچ عنوان نمیاد مشکلات زنان رو، مشکلات محیط زیستی رو، اینکه چه جوری ما میتونیم ایرانی رو که 10 سال دیگه غیر قابل سکونت میشه اصلا نجات بدیم، یعنی مردم رو از این بحران در بیاریم. زبان خیلی مبهمی میگیره. جالب اینه که اینجا در مورد محیط زیست اسم بردین، در واقع انقلاب ایران، خیزش انقلابی که الان هست و نظراتی که در مورد محیط زیست دارن حتی از مرحله کنوانسیون عبور کرده، چون شرایط جامعه ایران و محیط زیست اینقدر بحرانیه که حتی اون چارچوبی رو که کنوانسیون مطرح میکنه درش نمیتونه کارساز باشه. بهش اونم جوابگو نیست. و اینا تازه اومدن دارن کنوانسیون رو به مردم ایران تحمیل میکنن، انگار تو داخل خود ایران افرادی که دارن در ارتباط با محیط زیست این همه فعالیت میکنن و در زندان افتادن و تمام مدت دست زیر بدترین شکنجه ها و فشار ها به فعالیت در محیط ادامه میدن و اصلا نادیده گرفتن، چسبیدن به کنوانسیون فقط. من فکر میکنم اصلا اونا شناختی از اتفاقاتی که توی ایران میفته ندارن، یعنی اصلا نمیدونن چه مشکلات محیط زیستی ایران الان باش روبرو هست. مسئله اقتصاد رو اصلا بهش توجه نکردم. اونجا که از عدالت صحبت میکنه گفتمانشون گفتمان حقوقی میگیره، یعنی عدالت قضایی و مد نظرشون هست، در صورتی که مثلا مهمترین مسئله ما الان، مهمترین مسئله در واقع نیروهای مردمی که الان توی خیابون هستن، که همین امروز هم دوباره برگشتن به خیابون، مسئله عدالت اقتصادیه و توی این مشهور به هیچ عنوان ازش مسئله عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعیه، مسئله خصوصی سازی آموزشه، مسئله مسکنه. ببینید از وقتی میگیم که از سال در واقع 1396 مردم به شدت تحت فشار قرار میگیرن، درصد خیلی زیادی از این نیروهایی که ما در خیابون دیدیم متعلق به حاشیه شهر هستن. این حتی تو کردستان وقتی ما صحبت میکنیم کردستان بله تو خیابون هست، باید ببینیم که تو کردستان کدوم منطقه از کردستان تو خیابون هست. تو تک تک این شهرهایی که به مرکز قیام تبدیل شده بودن، حاشیه های شهرن که رهبریت این قیام رو به دست میگیرن. تک تک شهرهایی اگه از بوکان و مهاباد و سنندج، سقز، کامیاران، تمام این شهرها تو حاشیه های شهر هستن که رهبریت رو و مسئولیت سازماندهی رو به عهده دارن. شما هیچ صحبتی از این حاشیه‌های شهر نمی کنید، از اینکه این چجوری 20 میلیون از جمعیت ایران تو حاشیه شهر زندگی میکنه و این حاشیه شهر است که الان به پا خواسته. شما از اینا صحبت نمی کنید، از این صحبت نمی کنید که چجوری دولتی که شما در واقع هیچ انتقادی به وضعیت اقتصادی به شکل و فرم اقتصادیش ندارید، باعث شده قیمت مسکن انقدر بالا بره که 20 میلیون از جمعیتش توی حاشیه شهر باشه. شما راجبه اینا، یعنی کسایی که این منشور رو نوشتن به هیچ عنوان از این مسائل یا نمیفهمن، شناختی ندارن ازش، و یا اینکه اصلا براشون مهم نیست و فکر میکنن که دوباره مثل جمهوری اسلامی مشکلات رو با سرکوب حل کنن.
خب اینجا دقیقا اگه من فکر میکنم همون چوری که داری مطرح میکنی حافظ اینجا، این برمیگرده به همون دیدگاه و پایگاه طبقاتی که اینا توش قرار دارن و اصلا چیزی رو که توجه کنی در کل چیزشون، جایگاه اون کسی که شکنجهگره، جایگاه اون کسی که سرکوبگره، دغدغهشون انگار فقط اونان، اینکه سپاه رو در کجا قرار بدن در آینده، سپاه در کجا قرار بگیره که نکنه به گوش قباش بر بخوره که در آینده باید چه تاوانی رو پس بده در قبال این همه، و انگار از همین الان دارن نظر میدن، اینکه چراغ سبز در واقع نشون میدن به اونا که جایگاهتون مثل انقلاب 57 که ساواک همکاری کرد با جمهوری اسلامی، دوباره شما میتونیم در انقلاب در واقع در حکومت بعدی جایگاهتون حفظه، در ارتش ادغام میشین و ارتش دوباره بازسازی میشه و ما در کنار هم خواهیم بود، نگران نباشین. در واقع به جایی که صحبت مردم و همون جور که میگی بازگو کنن، به نظر من پرداختن کل کنوانسیونش در واقع کل این منشورش پرداخته به اینکه به سپاه چراغ سبز خودش رو نشون بده. در این زمینه چی فکر میکنی؟ بله کاملا، چون باز ببینید مفاهیمی که هر ما از اولش، مثلا من راجع به دو جریان فکری صحبت کردم، البته این جریان فکری تبدیل به بگیم تبدیل به گفتمان نشده، ولی جریان های فکری هستن که از همین الان مفاهیم خودشون رو دارن، یعنی وقتی که کلماتی رو که واژگان مفاهیمی رو که به کار میبرن رو شما میتونید کاملا اون منظومه فکریشون رو درک کنید و حدس بزنید که منظومه فکریشون چطور هست. وقتی که در مقابل برخی از مسائل اصلی سکوت میکنن و میان یه سری مسائل رو برجسته میکنن، شما به منظومه فکریشون پی میبرید. اینکه تمام دغدغه‌شون دغدغه براندازی هست، جایگزینی در واقع یه عده آدم با یه عده آدم دیگه، صرفا همین، و برای این همش به مکانیزم‌ها فکر میکنن. فکر میکنن که اگر برخی از نیروهای سپاه رو دوباره بگی در واقع ریزش کنه اون بدنه سپاه و ارتش رو بازسازی کنن، میتونن اون براندازی رو در واقع به مرحله عمل برسونن، و تمام دغدغه‌شون در همین حد است، چون مسئلهشون مسئله بازسازی بلافاصله تمام اون فرمایی که از قبل وجود داشته، نه تغییر بنیادی که در این فرم ها وجود داره. در واقع فکر نمی کنی اینجا همون جاییه که اینا دارن در واقع شعار ژن ژیان آزادی رو از محتواش تهی میکنن؟ ببینید، من به نظرم که این اگه یه جورایی به مسئله خیزش توی خیزش انقلابی ژیان آزادی محوریت رو داشته و یک حالا هژمونی ازش اسم ببریم، گفتمان ازش اسم ببریم، یک گفتمان غالب در حال شکل گرفتنه، و اون چیزی که اون جریان فکری که پشت این منشور هست به نوعی ضد گفتمان هست، از محتوا خالی نکرده، بر ضدشه، ضد اون گفتمانی که در حال شکلگیریه بعد خیزش انقلابی ژینا. شما به مسئله مهسا و ژینا اشاره کردی، به این دوتا اسم، اتفاقا این تقابل رو خیلی خوب نشون میده. وقتی که ما به اسم ژینا میشناسیم خیزش رو، در واقع داریم بر علیه تمام اون ستمهایی که بر نیروهای مختلف فرودست اعمال شده در تمام این سالها شورش میکنیم، مخالفت میکنیم با تمام اون ستمها. ما میدونیم که چرا
ژینا دو تا اسم داره، یک اسم کردی داره، یک اسم فارسی داره. اسم کردی روش خانوادش روش گذاشتن و یا اجازه نداشتن یا ترس اینو داشتن که اسم به صورت رسمی در روی کاغذ اسم کردی رو بیارن و مجبور شدن یه اسم فارسی براش انتخاب کنن. یعنی به نوعی نمادی از سرکوب هست انتخاب دو تا اسم برای یک یعنی برای یک فرد و انتخاب اسمی از سر اجبار به زبان دیگه، به زبان حاکم. و شما وقتی که اسم کردیه رو میارید بر علیه اون ستم هستید، وقتی که اسم فارسیه رو میارید شما در تایید اون ستم هستید. و خود این منشور که خلاصش مهسا میشه و به منشور مهسا هم مشهور هست، دقیقا در تایید تمام اون ستم هست، در تایید سرکوب هست و در راستای شکلگیری یک ضد گفتمان بر علیه اون گفتمان خیزش انقلابی ژیناست که در حال شکلگیریه. به عنوان یک زن، به عنوان یک کرد، به عنوان یک فعال و پژوهشگر، در واقع فکر میکنی برای این که اونا نتونن در واقع این شعار رو تبدیل کنن به کالا، وظیفه فمینیستا چیه و چه اقدامی تا حالا صورت گرفته؟ ببینید، من فکر میکنم که این جریان راستگرا، حالا اسمشو ببریم یا بعضی وقتا که حتی سمت فاشیسم هم میره، کاملا متاثر از جریانات راستگرایی که در سطح جهانی غالب شدن. جریان هایی که همیشه سعی کردن از مبارزات سیاسی که توی کشورهای جنوبی هست چهره سازی کنن، از یه مبارزه مثلا در پاکستان، مبارزه زنان در پاکستان و افغانستان، یه چهره مثل ملاله یوسفزی درست میکنن، از مبارزه زنان ایزدی میان نادیا رو در واقع بازسازی میکنن، چهره سازی میکنن، ازش مشهورش میکنن، بهش امتیاز میدن، تبلیغش میکنن، میدیاتیزش میکنن، از سعی کردن از زنان مبارزات زنان ایران هم همین کار رو با مبارزه زنان ایران هم بکنن و ازش چهره سازی کنن. به نظر من برای اینکه نیروهای فعال فمینیستی اجازه ندن که از این مبارزاتشون چهره سازی بشه و اتفاقا تاکید کنن، بایستی تاکید کنن روی سازماندهی، تمام تلاش باید در راستای همین سازماندهی و همبستگی بین خودشون باشه که من فکر میکنم که در این راستا و در این چند ماه اخیر این نیروها کارنامه قابل دفاعی هم داشتن. در داخل رهبریت قیام رو به عهده دارن و تونستن به خوبی نیروهای متفاوت و جدایی از هم رو به هم بسته کنن، اون هم بستگی رو ایجاد کنن. خیزش انقلابی ژینا به نظر من یکی از دستاوردهای مهمش ایجاد اون همبستگی بین نیروهای متفاوت فرودست بوده. در خارج از کشور هم گروه های زیادی شکل گرفتن، از جمله همون گروهی که ما در واقع کنفرانس مطبوعاتیش رو در هفته مارس داشتیم، گروه فمینیست فور ژینا. گروه فمینیست فور ژینا تمام تلاش به عنوان یک نمونه، البته ما توی کردستان و بلوچستان هم سازمان گروه هایی رو داریم که شکل گرفتن یا گروه های از قبل بودن که دوباره سازماندهیشون بسیار تقویت شده در این مدت. فمینیست فور ژینا هم در همین راستا با تأکید بر وفاداری بر شعار ژیان آزادی شکل گرفته از همون ابتدای خیزش و تمام تأکیدش بر سازماندهی خود هست. در یکی از موفق ترین نیروهای پیشرو در دیاسپورا، میتونم بگم در دیاسپورا بوده که تونسته بعد از در واقع در تمام این مدت ارتباط بین اعضا رو حفظ کنه، در بیشتر از 20 شهر جهان فعالیتاش رو ادامه بده و
پا به پای اون اتفاقاتی که در داخل ایران، پا به پای زنانی که در ایران هستن و فعالیت میکنن، در اینجا تونسته پیش بره. به نظرم بهترین راهکار برای مبارزه با این چهره سازی ها، با کالای سازی ها توسط دیگران به عنوان یک اکسیون ضد فمینیستی بر علیه فمینیست ها، همین سازماندهی خود زنان هست و تأکید بر در واقع همبستگی بین زنان. هافشین، اگه بخوان زنانی به این بپیوندن چگونه باید اقدام کنن؟ زنان فعالی باشن و دوست داشته باشن با این گروه همکاری کنن، چه کار باید بکنن؟ اطلاعات دارین؟ بله، بین فمینیست فورژینا یه حالت شبکه‌ایه، یعنی و خیلی سعی داره که سازماندهیش به شکل افقی باشه. البته کاملا هممون بر این آگاه هستیم که مثلا حتی افقی بودن یک سازمان دموکراتیک بودنش رو تضمین نمیکنه، و چه بسا بعضی وقتا افقی بودن یک نوع اتوریته سازی غیر رسمی رو از اون جریان در واقع به وجود بیاره. آگاهی بر این، ما تمام سعیمون این بوده که یه حالت شبکه‌ای بمونه و تا اندازه خیلی زیادی درهاش باز باشه به روی هر کسی که اصول این گروه رو در واقع قبول داره، اصول پرنسیپای فمینیستی رو در واقع قبول داره، بر علیه هر نوع ستمی هست، بر علیه ستم جنسی جنسیتی، بر علیه ستم ملی هست، باور داره بهش، بر علیه ستم طبقاتی هست. کسایی اگر با این اصول ما مشکلی ندارن و این اصول رو میپذیرن، میتونن به راحتی وارد گروه ها بشن، و اگر در شهری هستن در واقع که این گروه شکل گرفته، میتونن به راحتی وارد این گروه بشن. در رابطه با داخل ایران متاسفانه خب مشکلات خیلی زیادی وجود داره به لحاظ امنیتی و اینا، ولی باز کسای خیلی زیادی هستن که تمایل دارن که به فمینیست فورژینا از داخل هم بپیوندن، و چه بسا در آینده امکان این هم وجود داشته باشه. خب برای پیوستنش مثلا نیاز به این داره که به جایی زنگ بزنن، به با یک با چه گروهی باید اصلا هماهنگ کنن؟ بستگی به جو در واقع محل زندگیشون داره. اگر در شهری هستن که در واقع شبکه یک گروهی از فمینیست فورژینا توی این شهر وجود داره که خیلی راحته میتونن به اونجا مراجعه کنن. الان یه سایتی وجود داره و تمام در واقع آدرس سایت، آدرس میتونن بر صفحه اینستاگرام، رو صفحه اینستاگرام براشون بنویسن که چجوری میتونن با گروه های نزدیک به خودشون به لحاظ جغرافی ارتباط داشته باشن، و فکر میکنم که مشکلی نخواهند داشت. خودت چه پیشنهادی برای تداوم این جنبش داری؟ خب این سوال سختی است و فکر میکنم هممون داریم این دغدغه‌مون هست، و اولا اینکه چیکار کنیم که جنبشی تداوم پیدا کنه. من فکر میکنم و این جنبش راه خودش رو پیدا کرده، و در واقع مردم در حین این راستای این خیزش تجربیات خیلی زیادی پیدا کردن، و کسای خیلی زیاد، گروه های خیلی زیادی شکل گرفته، و الان این تجربیات میتونه با در اولین فرصت و با اولین موج دیگری از خیزش استفاده بشه. ببینید، من یه مثالی بزنم. مثلا ما توی پاریس آبان 98 که شد، حدس می زدیم که دوباره خیزش هایی بشه، هرچند که بین آبان 98 تا خیزش انقلابی ژینا در این فاصله ما فراموش نکنیم که خیزش های دیگری، حرکت های دیگری، مقاومت های بسیار زیادی شکل گرفت، چه از طرف کارگران، انجمن های صنفی معلمان، و چه در خوزستان، در آبادان. و اینطوری نبود که ما از 98
بپریم رو 1401 1401. بله، این فاصله حرکت های انقلابی بسیار زیادی شکل گرفتن و انقطاعی شکل نگرفته، تداوم وجود داشته و من فکر میکنم از این به بعد هم همین تداوم وجود خواهد داشت. توی آبان 98 توی پاریس ما به نتیجه رسیدیم که حتما خیزش های دیگری شکل خواهند گرفت، بنابراین سعی کردیم که گروه شکل بدیم و همین گروه ها و حلقه های دوستانه بین خودمون توی خیزش انقلابی ژینا از همون روزهای اول بسیار بهمون کمک کرد. یعنی تجربه فعالیت در فعالیت گروهی، حتی گروه های بسیار کوچک 3 نفره 4 نفره در این خیزش کمک های شایانی به همبستگی ما کرد، به سازماندهی ما کرد و مطمئناً الان که تجربیات بسیار بیشتری کسب کردیم در همه شهرها در داخل ایران همین تجربیات کمک خواهد کرد برای فعالیت های بعدی، برای خیزش های بعدی. تشکر از حضورت در این گفتگو. خواهش میکنم. من سوال دیگه ای ندارم، ولی اگه خودت صحبتی رو میخوای ادامه بدی میشنویم. بسیار ممنون از وقتی که گذاشتید برای من و در رابطه با منشور صحبت کردیم، این منشوری که منشور مهسا. فقط میتونم بگم که ببینید منشور از طرف ما منشور مهسا رو داریم، از یه طرف دیگه منشورهای دیگه یا داریم که از داخل نوشته شد، منشوری که توسط انجمنها و گروه های مختلف از داخل بود، منشور حداقل سن طالبات حداقلی، بله، منشوری که از طرف دانشجو ادی از دانشجو نوشته شد، منشوری که از طرف ادی از زمان نوشته شد. یعنی این خیزش انقلابی ژینا در واقع فکر میکنم موازه رو خیلی خوب و خطوط رو خیلی روشنتر و مشخصتر کرده. هر منشوری متعلق به چه جریان فکری هست، به چه گفتمانی هست، مفاهیمش به چه شکل هستن و این کمک زیادی در واقع به مبارزات ما خواهد کرد که موازه اکنون بسیار روشن شدن. در واقع تداوم این خیزش، هرچی شاید ادهی فکر میکنن که یک شبه باید به پیروزی دست پیدا کنه، به نظر من تداومش پاکسازی های خودش رو داره که در واقع اونایی که حاشیه نشین بودن و انقلاب کردن راحت تر بتونن به اهداف خودشون دسترسی پیدا کنن و بدونن که کدوم منشور در جهت حقوق حق اوناست، کدوم منشوری که عدالت رو میتونه برقرار کنه، کدوم منشوری که از دموکراسی و آزادی برای آینده صحبت میکنه و همون بلایی رو به سر مردم نیاره که همونایی که انقلاب کردن فردا محاکمه بشن که اصلا چرا انقلاب کردن، مثل انقلاب 57 که در واقع انقلابیون رو زیر سوال میبرن که شما چرا اصلا انقلاب کردین، یا به قول خانم شیرین عبادی برگرده بگه که وقتی ازش میپرسن که برای چی انقلاب کردی، پس میگه خر بودیم. و امروز این جایگاش و این منشورش نشون میده که اون تفکری که فکر میکنه انقلاب 57 به جایی که بیاد بگه چجوری اون انقلاب دزدیده شده و چه کسانی اونا رو پرورش دادن که بتونن اونا به انقلاب مردم دسترسی پیدا کنن و مردم رو حذف کنن از انقلابشون، در واقع انقلابیون رو حذف کنن از جایی که بودن و همه اونا رو اعدام یا در زندان ها و زیر شکنجه ها قرار بدن، دقیقا تو این منشور تو اون دیدگاه رو میبینی و به خصوص زمانی که در تظاهراتشون ثابتی قرار میگیره دیگه اون دیدگاه بیشتر برای آدم مشخص میشه که چرا این فرد انقلاب 57 و انقلابیونی که در اون مقطع حرکت کردن رو فکر میکنه همه مثل اون دارم فکر میکردن و اون کلمه رو در ارتباط به انقلابیون به کار میبره. بله، درسته، کاملا.
ممنون از حضورت، امیدوارم بیشتر بتونیم ببینیمتون. ممنون، متشکرم. خواهش میکنم.